این روایت الان من از جلد هشت مرآت العقول نقل می کنم با اینکه میگه حدیث دهم ده هستن اون که صحیح حفظ بختری هست خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم میگه فرمود ان الرجل لا يحبكم وما يعرف ما انتم علی. یک فردی از اهل سنت شما را دوست داره و نسبت به اعتقادات شما را هم نمیشناسه یعنی به امامت ائمه هم عقیده ندارد خدای عالم اینها را وارد بهش خواهد کرد در او هیچ شک شبهی نیست و همچنین در کافی شریف ما میبینیم در جلد هشتم صفحه 168 از سباه سیابه هست از امام صادق ان الرجل لا يحبكم و ما يقدر ما تقولون شما شیعان را دوست داره دوست عموم اهل سنتی که ما در داخل کشور داریم شیعه سنی با هم رفاقت دارن همدیگر را دوست دارن زن شیعه هست همسرشون سنی یا به عکس دو برادرن یکی شیعه است یکی سنی دارن زندگی مسالمت آمیز دارن همدیگر رو دوست دارن بله. و اون جوان شیعه عقیده سنی را ندارد و این سنی هم عقیده شیعه را ندارد میگه و ما یدری ما تکولون اصلا نمیدانه شما چی میگید عقیده شما چیه فیدخله الله الجنه خدای عالم این رو وارد بهش خواهد کرد بله در بعضی از روایت ما داریم شرطش این هست که اینها نسب اهل بیت اداوت اهل بیت اداوت اهل بیت بیاد اگر اعمال 124 هزار هم کسی داشته باشد با اداوت اهل بیت بغض اهل بیت روی بهش را نخواهد دید مطلقا هر کس میخواد باشد نستجیر بلا شیعه باشد سنی باشد وحابی باشد مسیحی باشد یهودی باشد بغض اهل بیت اداوت اهل بیت کینه اهل بیت خاصیتش قطعی وارد آتش میشود ولی نصب عداوت ندارد و ولی معتقد هم نیست یعنی براش طبق فرمایش آیت الله لازم خویی از ادله شرعیه ثابت نشده براش که پیغمبر امیر المؤمنین رو برای امامت نصب کرده مانه. این اینکه امامت علی ما به نبی هست حالا یا به تقلید از علما یا به تقلید از پدران فرماش آقای خویی دیگه میگه همچه فردی رو ما نه تکفیرش میکنیم نه میگیم آقا این آقا وارد بهشت نخواهد شد